سلام، به کانال لینگوالیپس خوش اومدید. دنبال این موضوعی بودم که هم جذاب و هم کاربردی باشه که این هفته براش ویدیو بسازم که به کپیتالیزیشن رسیدم. کپیتالیزیشن یعنی بزرگ نوشتن حرف اول کلمات. تو انگلیسی خب یه جایی هستش که ما باید این کار رو بکنیم که امروز میخوام به همین مسئله بپردازم. بریم که ادامه ویدیو رو ببینیم. اول جمله یکی از جاهاییه که باید این کار رو بکنیم. مثلا من یه جمله‌ای بنویسم، ببخشید. Parents look for practical methods. You're fucking beginning. You're fucking. To discipline their children. والدین به دنبال به اصطلاح روش‌های عملی می‌گردن که کودکانشون رو تربیت بکنن. این اسمی که اینجا قرار میگیره، هر چی که باشه، از هر نوعی باشه، باید با حرف بزرگ نوشته بشه. یعنی اولش باید حرف بزرگ باشه. البته دقت کنید که توی جمله فقط اینجوری، یعنی باید جمله کامل باشه. شاید توی دبستان یا دبیرستان شنیده باشید مثلا یکی از روش‌های تجربی برای اینکه بفهمیم یک جمله کامل هست اینه که اون جمله که کامل نیست باعث میشه شنونده رو منتظر بذاره. مثلا منتظر این میمونه که ادامهش رو بشنوه. این نشون میده که جمله کامل نیستش. مثلا فقط مفعول داشته باشه یا فقط فاعل داشته باشه. Common nouns و proper nouns که اسمای خاص و اسمای غیر خاص هستش به این مسئله مربوط میشه. بسته به این که حالا یه چیزی اسم خاص یا اسم خاص نیست، باید حرف اول اون کلمه رو بزرگ نوشت. اسمای خاص یا proper nouns به اسمایی گفته میشه که به چیزای خاص نسبت داده میشه، مثل اسامی افراد که خاص هستن، اسامی کشورها، قاره‌ها و مکانهای خاص. اینها رو باید با حرف بزرگ نوشت و common nouns هم به چیزایی که خب خاص نیستن نسبت داده میشه دیگه. مثلا میز میتونه میز اتاق شما باشه، میتونه میز اتاق من باشه، پس چیز خاصی نیست. یا مثلا خونه، کلمه house یک چیز خاص نیست چون هزاران هاوس وجود داره توی دنیا. اما خب اسمای غیر خاص استثناء هم دارن، یک جایی مثل اسم خاص عمل میکنن. مثلا جایی که برای نامیدن یک چیز خاص از اسم غیر خاص استفاده میکنیم. خب کلمه لیبر رو فرض بگیرید، به معنای کار هست. حالا اینجا بزرگ می‌نویسه لیبر. این کلمه لیبر به معنای کار هستش. به طور عادی ما اینو با حرف کوچیک می‌نویسیم چون کار به همه چی نسبت داده میشه دیگه، یه چیز خاص نیست. ولی وقتی که وارد ترکیب The Labour Party یعنی حزب کارگر میشه دیگه باید بزرگ نوشت. علتش اینه که حزب کارگر یک چیز خاصه و ما برای نامیدن حزب کارگر از لیبر استفاده کردیم. پس اینجا می‌نویسیم The Labour Party. Okay. همچنین مثلا چرچ اینطوریه. چرچ کلیسا، میدونید که کلیساهای زیادی توی دنیا وجود داره. اما به محض اینکه قبل اون عنوان کاتولیک رو میزنیم، The Catholic Church، این دیگه اسم خاص میشه که اینجا بزرگ ننویش و اینو بزرگ ننویسیم. این اسم خاص میشه و دیگه باید حرف اول چرچ بزرگ نوشته بشه. همچنین اگر اون کلمه غیر خاص در ترکیب یک کلمه خاص به کار بره، باز هم باید اون رو به شکل بزرگ نوشت. مثلا لقبی که به اشخاص میدیم توی فارسی بهش میگن شاخص، اون چیزی که قبل اسم قرار میگیره، مثل دکتر، مثل پروفسور، یا مثل عنوانهای خانوادگی مثل عمه، خاله، آنت لیلا یا مثلا آنکل جیم. سومین موردی که میخوام بهتون معرفی بکنم مربوط به کوتیشن میشه، یعنی نقل قول. توی نقل قول و بعد از دو نقطه که کولن هست به این صورت نوشته میشه و نقل قول که با این دوتا هست، شما یه چیزی مینویسید بلا بلا و توی نقل قول قرار میدین، میگید فلانی این چیز رو گفت، نقل کرد. وقتی که شما یه چیز رو نقل میکنید، اگر اون چیزی که داخل این علامت قرار گرفت یک جمله کامل بود، ما باید حرف اول اون کلمه که ابتدای جمله هست بزرگ بنویسیم. مثلا علی گفتش
بعد اینجا از اینا میذاریم. علی said، خب چیزی که علی گفته رو نقل میکنیم. You go home earlier. تو زودتر برو خونه. و این نقل قول رو میبندیم. این حرف رو باید بزرگ نوشت. اما اگر یک جمله کامل نبود، مثلا بخشی از یک جمله توی نقل قول بود، دیگه ابتدای این جمله رو بزرگ نمی نویسیم. علی said، مثلا اینو کوچیکش کنم و این نقل قول رو فقط بذارم مثلا اینجا، اینم میذارم اینجا، چون بخشی از این توی نقل قوله دیگه ما اینجا رو بزرگ نمی نویسیم. کولن هم همینطوره. بعد از دو نقطه اگر یک جمله کامل اومد، اونو باید حرف اولش رو بزرگ نوشت. اگر جمله کامل نیومد، مثلا چند تا کلمه کنار هم بود، یه لیستی از یک چیز رو معرفی کرده بود، باید اون رو به صورت کوچیک نوشت، با حرف کوچیک. و اما جذابترین بخش این ویدیو مربوط به کپیتالیزیشن عنوان ها هستش. عنوانی که مثلا به یک کتاب میدن، به یک فیلم میدن، عنوانی که برای مقالتون انتخاب میکنید، اینا باید به چه صورت باشه؟ یعنی کدوم قسمتش حرف اولش بزرگ باشه، کدوم قسمتش حرف اولش کوچیک باشه. به طور کلی میشه گفت که شما باید حرف اول کلمه اولی که توی عنوانتون به کار میبرید بزرگ باشه، حرف اول کلمه آخرتون هم همینطور. همچنین همه کلمات توی اون عبارتی که حالا به عنوان عنوان انتخاب میشه باید بزرگ باشه، بجز حروف تعریف ان، ده و ا. همچنین حروف اضافه که مثلا شامل فور، اور، ات. غیر از این دو مورد هر کلمه که اومد معمولا با حرف بزرگ نوشته میشه به این صورت. مثلا این کلمه اول ما شد The Lord of the Rings. خب اینجا رو باید بزرگ نوشت، اینجا هم باید بزرگ نوشت. این که کلمه اول بود، این که کلمه آخر بود و این هم کلمه‌ای هستش که باید بزرگ نوشته. گفتیم که به غیر از حالا کلمه اول و کلمه آخر، در باقی کلمات به جز حروف اضافه و حروف تعریف باید بزرگ نوشته بشن. و اما به عنوان نکته نهایی که میتونم بهتون بگم، فاعل آی رو که این هست، چه اول جمله، چه وسط جمله و چه آخر جمله، باید به صورت بزرگ بنویسید. صحبت من تموم شد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو دوست داشتید لطفا لایک کنید. تا ویدیو بعدی، خدا یار نگهدارتون.